با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون روژلات، به برنامه پویش خوش آمدید و شاید بهتر بگم به بخش دومی از برنامه گفتگو با آقای رضا کاظم‌زاده، روانشناس که روانشناس بالینی هستند و در ضمن در حوزه روانشناسی اجتماعی سالها می نگارند، می نویسند، پژوهش می کنند. خوش آمدید آقای کاظم‌زاده، خوشحالم بار دیگر در خدمت شما هستم. بحث بسیار گسترده و جالبی داشتیم، اما واقعیت امر در این است که هر یک از مباحثی که مطرح کردید خودش سرفصل بحثی گسترده است که میبایستی عمیقا به اون پرداخت بشه. در بخش پایانی از سخن ما به موضوع عدالت در واقع اشاره داشتیم. برای اینکه به عدالتی برسیم میبایست یک نگاه جهان شمول به خود مفهوم عدالت داشته باشیم. اما سوی دیگر آن هم وظایفی است که هر یک از ما چه به لحاظ اخلاقی و چه به لحاظ حقوقی و تاریخی نیز باید به عهده داشته باشیم، بپذیریم، و اون هم مسئولیت پذیری ما در رابطه با رویدادهای متفاوتی که در آن سهامدار بودیم. سهامداری ما میتواند از اشتراک در کشتن یک انسان، شکنجه او باشد، یا حتی سکوت ما در چنین رویدادی. در میانه این دو اکستریم، دو افراد، میتواند نوع دیگری از تشویق، هوراکشی ها و یا نگاه های این همان ایدئولوژیک هم باشد. شما بر این باورید که این حوزه ها، این نگاه ها، این منظر ها میبایستی آشکارا به سخن بیان، به زبان بیان، خود رو باز بکنن، مصلحت اندیشی ها رو به کنار بگذارن و تا زمانی که بیان نشن آن دیالوگ حقیقی صورت نخواهد گرفت. کمی در این مورد صحبت کنید. چرا لازمه که ما این فرایند رو این گونه طی بکنیم؟ ببینیم، برای همین مسئله دیالوگی که شما بهش اشاره کردین، من فکر میکنم یه نکته بسیار مهم اینه که ما باید در ابتدا از خودمون شروع کنیم. یعنی هر کسی از خودش در ارتباط با مسئله خشونت. ببینید، جامعه خشونت در جامعه ما فرم و اشکال فوق‌العاده گوناگون و پیچیده‌ای رو داره، تا اون حد که به نظر من تو جامعه ما واقعاً دو صف کاملاً مجزا از ظالم و قربانی نداریم. همه ما به مراتب و درجات گوناگون، من فکر میکنم همزمان تو یک سری موارد قربانی بودیم و متاسفانه تو یک سری موارد دیگه اگر مستقیماً ظالم نبودیم به نوعی با سکوتمون باهاش همدستی کردیم. و این از همین قضیه در حقیقت پیوند فرهنگ و خشونت در حقیقت زاده شده و به وجود اومده. به چه معنا؟ خیلی کوتاه بخوام بگم برای اینکه متوجه بشین منظورم چیه، اینه که من همونطور بهتون گفتم در رابطه با خودم میتونم بگم که من به مثابه کسی که به لحاظ سیاسی در درجه اول هماهنگی لازم رو با نظام حاکم بر ایران نداشتم، میتونم بگم که جز گروه قربانیان بودم. ولی در کنار اون به مثابه مردی که در مقابل ستمی که به زنها میرفت در بسیاری از موارد نه تنها سکوت کردم، بلکه حتی شاید در بعضی از موارد چون منافع خودم در میان بود نه تنها چشم گذاشتم، بلکه گاهی شاید حتی همکاری هم کردم در گروه ظالمانم. به مثابه مسلمانزاده شیعه که سکوت کردم در مقابل اتفاقاتی که در ارتباط با اقلیت‌های دینی در جامعه ما رفت، لااقل مسئولیت اخلاقی دارم. یعنی شاید مسئولیت حقوقی بدین معنا که شریک جرم نبودم، به لحاظ عملی
ظلمی در حق یک اقلیت مثلا دینی انجام ندادم، اما مسئولیت اخلاقی دارم. یعنی وقتی اون ظلم در جامعه من روی داد، لااقل سکوت کردم و عکس العملی از خودم چیه نشون ندادم. به همون ترتیب وقتی که در اوایل انقلاب برخی از اقلیت‌های قومی ملی ما رو به عناوین مختلف سرکوب کردن، باز به عنوان یه مرکز نشین حساسیتی از خودم نشون ندادم. این بازنگری به خود از این جهاته که در درون هر کدوم از ما یک میل به عدالت خواهی وجود داره، ولی همزمان در درون هر کدوم از ما به خاطر پیوندی که همه ما با اون فرهنگ داریم و در درون اون فرهنگ رشد کردیم و پرورش یافتیم، یک نوع میشه گفتش که همدستی ها یا لااقل چشم بر هم گذاشتن هایی به روی یک سری ظلم های دیگه داشتیم و توی اون مسائل میشه گفتش که. ولی شما تفاوتی رو قائل هستی میانه در واقع سهامداری اخلاقی یا مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قضایی، یعنی اینا رو از هم تفکیک میکنین، با آدمی که سکوت کرده یا تمایلات در واقع نوعی تمایلات عقیدتی در بیتوجهی نسبت به این یا اون موضوع نشون داده، تا آنکه کسی اومده به طور مستقیم شکنجه کرده، سهامدار قدرت سیاسی بوده و غیره. این تفاوت ها رو قائل هستید مسلما؟ یعنی در حقیقت مسئولیت حقوقی رو کسی داره که به طور فعال در سرکوب در یک جنایتی شرکت کرده، مشارکت داشته. مسئولیت اخلاقی به افرادی برمیگرده که با داشتن اطلاع در ارتباط با یه سری مسائلی که تو جامعهش روی میداده، مثلا تو غرب فرض کنید، در ارتباط با مسئولیت اخلاقی افرادی صحبت میشه که در طی جنگ جهانی دوم از کشته شدن همجنسگراها، کشته شدن یهودیها، کلیها مطلع بودن ولی سکوت کردن و به نوعی به رو خودشون نیاوردن. این هم یک نوع مسئولیته، این هم نیاز به یک بازنگری داره. اگر ما بخوایم به اون توافقی که شما گفتین در مرحله بعد برای عدالت، بر حول مفهوم عدالت دست بیابیم، من باید این بخش از وجود خودم هم چیکار بکنم، این هم روش فکر بکنم، رو دلایلش فکر بکنم و رو این فکر بکنم که چه عواملی باعث شد. نمیگم که از روی بدتینتی بود، نمیگم که همیشه حتما منافع مستقیمی داشتم برای این، ولی این نوع در حقیقت فرهنگ در جامعه ما بود که و هست، که خیلی فراتر میره از یک نظام سیاسی، خیلی فراتر از این میره که ما همه بی‌عدالتی و همه مشکلات و همه انواع خشونت در جامعه خودمون رو مستقیم و تنها سرچشمش رو به نظام جمهوری اسلامی بخوایم. خب این در واقع مورد در ضمن سوء استفاده سهامداران قدرت هم قرار میگیره که حالا از دایره قدرت پرتاب شدن به بیرون و مورد مؤاخذه هستن، اتفاقا مورد این پرسش هستن که چرا شما سخن از در واقع چگونگی این سهامداری و مسئولیت های خود نمی کنید. موقعی که صحبت قرار است بکنن، اونها مطرح می کنن که خشونت یک فرهنگ بود، رسم و رسوم زمانی ما بود، در دهه 40، دهه 50، دهه 60 در واقع فرهنگ قهر، فرهنگ عمومی میانه نیروهای به ویژه نیروهای سیاسی بود و هر یک این قهر رو به گونه خودش تعریف و تفسیر میکرد و اونها معتقدن اگر شما مثلا تحت عنوانی که شما مارکسیستا به قدرت میرسید، این همان کار رو میکردید که ما کردیم، برای این تفاوتی نبود. از این زاویه اونها میخواهند در واقع حتی تا با آنجا برخی پیش میرن که شیوه خشونت آمیز و قهر خود را علیه شهروندان ایران به عنوان یک واکنش نشون میدن نسبت به خشونت هایی که در حال رشد بود یا اینجا و آنجا خود رو نشون میداد. خب این با این چه برخوردی شما دارید؟ آیا اینها رو در یک ترازو قرار میدید؟ مسلما نه. ببینین، وقتی که شما یک پدیده اجتماعی رو توضیح میدین، اصلا به معنای این نیستش که میتونین به لحاظ حقوقی توجیهش بکنین.
وقتی شما در مقابل یک محکمه قرار میگیرین و توضیح میدین که به چه دلایلی مثلا همسرتون رو کشتین، به چه دلایلی فرض کنید همسایتون رو کشتین که مهم هم هست و قاضی و هیئت منصفه هم میخواد بشنوه، ولی توضیح دادن اون پدیده هیچگاه به معنای توجیه کردنش به لحاظ حقوقی نیست. یعنی کسی که جرمی مرتکب شده میشه سر اینها به لحاظ فکری بحث کرد که اگر شما به قدرت میرسیدین میتونستین اون کارا رو بکنید، میتونه در این سخن حتی بخشی از واقعیت هم وجود داشته باشه. اما اون چیزی که برای نظام حقوقی یک کشور مهمه، برای سیستم قضایی مهمه، برای مفهوم عدالت مهمه، اتفاقاتیه که افتاده. خب این این مسائل و مسئولیت پذیری همه افراد در همه درجات، یعنی حالا سوای این قضیه که بهتون گفتم که توضیح به معنای توجیه نیست، تمام این بحث ها بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا هم بوده. یعنی از همون دادگاه نورنبرگ بگیرین تا یکی از مهمترین دادگاه ها تو دهه 60 که مربوط به آدولف آیشمن بود، همه مهمترین دلیلی که ارائه میدادن این بود که ما در درون یک دولتی قرار داشتیم و در کادر اون دولت به طور قانونی یک سری اوامری به ما میشد که ما اونا رو انجام دادیم. ما لااقل از پس از جنگ جهانی دوم، یعنی جامعه بین الملل اینو پذیرفته که پیروی از قوانین توجیه کننده اعمال ضد انسانی نمیتونه باشه. به همین دلیل خیلی از سران نظام گذشته در دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی اعدام شدن. دقیقاً. خب این دو تا بحث مختلفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون کسی که یک ظلمی بهش شده دیگه شما اونجا وارد بحث، اونجا در حوزه بحث تئوریک نیستین. یک گسستی، یک گسلی، شکافی در درون یک جامعه ایجاد شده، یک زخمی بر بدن و روان یک بخشی از اون جامعه و کسانی با در درون اون جامعه باید نه تنها توضیح بدن، یعنی جزئیات رو به اون قربانی ها تشریح بکنن، چون گاهی اوقات در درون این گونه توجیهات یک نوع فرار از توضیح هم هست، یعنی دیگه مسئله رو بذاریم کنار. خودش سرکوبه نه؟ مسلما برای یک قربانی وقتی شما این گونه صحبت بکنید که اگه تو هم قدرت داشتی، مثلا کاری که هوتوها مثلا تو رواندا با توتسیا کردن، اینی که مثلا بودن کسایی که اونجا هم میگفتن که این نفرت متقابل بود، اگر شما توانشو داشتین شما هم نسل کشی میکردین، ولی اون برای کسی که اعضای درجه یک خانوادش از دست داده، این در حقیقت یک ظلم مضاعف، یعنی یک نادیده انگاشتن واقعیت، اینی که در عمل این فرد در واقع این سخن، این نوع از تفکر خودش یک روند ضد عدالت رو در پیش میگیره. چرا؟ چون یک ستم مضاعف، یک ظلم مضاعف و یک هراس مضاعف رو در خانواده قربانیان به وجود میاره. خب همونطور که قول دادم به بینندگان، مایلم در مورد موضوع چیزی به نام مفهوم به نام تواب صحبت بکنیم. خب برای اولین بار بعد از جمهوری اسلامی ما یه سری واژگان تازه وارد دستگاه در واقع ادبی، ادبیات سیاسی ما میشه، مثل مثلا طاغوتی، نمیدونم تواب و غیر. خب ما پیش از این هم زندانی سیاسی داشتیم که تخلیه اطلاعاتی میشد در زمان نظام گذشته. انسان ها وقتی انسان سیاسی تخلیه سیاسی میشد دیگه با اون کار کاری نداشتن، در بیشتر مواقع کاری نداشتن، با دوران حبسش میگذارن. بگذاریم از استثناءات، اما این جمهوری اسلامی کار و روش دیگری را آغاز میکنه و دلیلش رو مایلم از شما بپرسم. به چه دلیل این نظام میره پای شکستن شخصیت هایی که شکل گرفته بود؟ مایل نیست شخصیت ها
و ذاتی متفاوت از آنچه که خود تعریف میکنه در مقابل خودش داشته باشه. همه باید از اون ذات و جوهری برخوردار باشند که او برای انسان تعریف میکنه. چرا؟ ببینید مسئله در حقیقت این موضوعی که میگیم برمیگرده به، من فکر میکنم، همین حکومت ایدئولوژیک حاکم بر ایران، یعنی تمامی حکومت‌های ایدئولوژیک از نوع استالینی، فاشیستی و نوعیشو که ما تو ایران تجربه کردیم، دو تحول بزرگ به عنوان ایدئال تو ذهن خودشون داشتن. یکی تغییر بنیادی جامعه، یکی تغییر بنیادی انسان. یعنی هم میخواستن یک انسان نوین بسازن و هم میخواستن یک انسان، یک جامعه چی کاملا متفاوت. یعنی تئوری‌های خودشونو و از این زاویه جمهوری اسلامی خیلی بیشتر به افکار انقلابی نزدیکتره تا به اسلام سنتی. یعنی این افکار، فرض کنید فلسفه توابسازی، از دل تشیع سنتی و میشه گفت دین سنتی آیت الله های گذشته ما بیرون نمیاد، بلکه از درون یک نسلی از دهه اواخر دهه 40 یه جنبشی در میان مسلمانان مبارز تو ایران، مسلمانان انقلابی، ایجاد میشه که این تصور که یه سری مفاهیم دینی رو که مربوط به فضای خصوصی زندگی افراد بود، اینها رو وارد حوزه عمومی میکنه و ازشون ابزارهایی برای چی میسازه؟ برای مبارزه سیاسی. توی این پروسه در حقیقت مبارزه سیاسی، همزمان این تصور براش ایجاد میشه که خشونتی که به مثابه ابزار برای سرنگونی دشمن به کار میگیره، اون خشونت میتونه همزمان ماهیت اون فرد انقلابی رو چیکار بکنه؟ تغییر بده و از اون انسان نوینی بسازه. یعنی به نوعی خشونت حالت تقدس پیدا میکنه. اینی که شما حالا اسمش فداکاری گذاشته میشد دیگه، خب خودسازی انقلاب که با انقلابی که با محرومیت همراه بود و تحمل خشونت به زندان افتادن، این تصور رو ایجاد کرده بود که شما با وقتی خودتون رو در معرض خشونت قرار میدید، همون مقام شامخه میشه گفتش که شهید در حقیقت، در اون مسیر گام برمیدارید، این توانایی رو دارین که چیکار بکنین که ماهیت خودتون رو به لحاظ انسانی به مرور تغییر بدین. این تفکر، این نگاه به ماهیت کاملا مدرن، یعنی هیچ ربطی به هیچ نوع نظام و یا تفکر سنتی در گذشته نداره. بیشتر باید به روی جوامع مدرن متمرکز شد برای اینکه ریشه هاشو پیدا کنه. حالا تو جامعه ما قالب اسلامی پیدا کرد و از اسلام بسیار کمک گرفت و خیلی هم موفق بود از این زاویه. با بنیاد ایدئولوژیک هم داشت و بر اساس اون یک ایدئولوژی ساخت. وقتی این قدرت به حاکمیت میرسه، یعنی قدرتی که به خشونت مقدس هم به عنوان مبارزه اعتقاد داره و هم به عنوان تغییر انسان، یعنی جهاد کردن، همزمان تفسیه، بهش میگفتن تفسیه نفس، نفس هم تصفیه میکنه و از تو انسان برتر میسازه و در ضمن با انقلاب ایران جواب داد. یعنی این خشونت مقدس یک حاکمیت سیاسی رو سرنگون کرد. خیلی طبیعیه به نظر من که سپس این تفکر توش همراه باشه که ما مخالفونمون رو ولی تو شرایط کاملا متفاوت، این بار زندانه و برخلاف خواست خودش، چون یه مجاهد مثلا در قبل از انقلاب به خواست خودش خودشو در معرض خشونت قرار میداد، ولی این تفکر بعد از انقلاب به این تبدیل شد که سوای استفاده هایی که یه سیستم اطلاعاتی یا یه رژیم سیاسی از زندانی میکنه، تخلیه اطلاعاتیش میکنه، سعی میکنه شبکه‌هایش سیاسی اجتماعیشو بشناسه، اونها رو از بین ببره، این داعیه رو داشت که مثلا لاجوردی خیلی روشن گفته بود و حتی خود آیت الله خمینی، یعنی دانشگاه‌ها کارخانه‌های آدمسازی‌اند در حقیقت. فکر میکرد که خشونت میتونه، به کارگیری خشونت میتونه هویت فردو به کل تغییر بده و از یک آدم ضد انقلابی، اون مفهوم جدیدی رو که اینا اسمش رو گذاشته بودن تواب، یعنی کسی که دوباره
میپیونده به اون امت اسلامی که ازش جدا افتاده بود، فکر میکردن خشونت میتونه تو این موقعیت هم چی باشه. این سیاست رو خیلی سریع البته کنار گذاشتن و من فکر میکنم مهمترین دلیلش هم این بود که در عمل اکثر کسانی که تحت شکنجه برای به منظور تغییر ماهیت در این نظام قرار گرفتن، تعادل روحیشون رو تو زندان از دست داده بودن و خود رژیم مونده بود توی دوره‌ای، چون این افراد رو نمیتونست آزاد بکنه به خاطر وضعیت روحی که داشتن، که یه بخش مهمشون هم تا اونجایی که اطلاعات ما در اختیارمون هست تو دهه 67 سعی کردن یه بخش از اینها رو هم چیکار بکنن تو زندان‌ها از بین ببرن. بعد اینو لاجوردی هم در واقع مطرح کرده. شما تفاوتی قائل هستی از این منظر وقتی به این موضوع نگاه میکنی میان حکومت اقتدارگرا و حکومت ایدئولوژیک و خودکامه؟ حکومت اقتدارگرا تا آنجا روی شخصیت روی زندانی کار میکنه که اون رو بشکنه و بتونه اطلاعات لازم رو از اون به دست بیاره و بعد اون رو به نوعی سازگان بکنه با اون جامعه‌ای که بعداً باید اون رو تحویل اون جامعه بده. در نظام ایدئولوژی شما از آن صحبت میکنین، جمهوری اسلامی، برای او کافی نیست که یک انسان بیاد و اقرار بکنه و بگه من شکست خوردم، من میپذیرم اشتباه کردم، راهی که میرفتم اشتباه. او میبایست این اشتباه خود و این در واقع آنچه را که یافته است رو در اختیار دیگران بگذاره، هم در حسینیه ها بنشیند و بگوید از بدی دوستان گذشته خودش، رابطه های خود رو از اینکه افشا میکنه که جای خود، اما باید با آن درجه هم برسه که شلاق به دست بگیره دوستان قدیمی، خود رو شلاق بزنه، تیری بر سینه و مغز آنها بزنه و یا در شکل بسیار تحقیرآمیز دیگرش جنازه های دوستان خودش رو اینجا با آنجا جا به جا کنه. جمهوری اسلامی با زندانی خود تا بدینجا عمل میکنه. در همون سالهایش هست برنامه هویت رو هم در رسانه ها به کار میبره و رو به سوی خارج کشور رسانه ها و غیره هم میاد. یعنی برنامه هویت یک برنامه جامع و بسیار گسترده بود که تنها در زندان خلاصه نمیشد، بیرون از زندان هم داشت عمل میکرد. بعدها از همین برنامه هویت شاید برخی معتقدند که انقلاب فرهنگی هم نضج گرفته از این برنامه هویت. یک مجموعه، یک ساخت، یک قدرت سیاسی میخواد تک ارزشی خودش رو بر یک جامعه‌ای که تفاوت‌های بسیاری رو در خودش طی تاریخ پرورونده اهمال بکنه. خب نتیجه چی میشه؟ زندان آینه است از حقایقی که میتونه یک نظام ایدئولوژیک در آن خودش رو نشون بده. بیرون میتونه صحنه آرایی بکنه، در زندان نمیتونه. پس میریم به سوی زندان. ما در نگاهمون به زندانی سیاسی تفاوت‌های قائل شدیم، همچنان که به قربانیان نظام هم تفاوت‌های قائل شدیم. چون در حوزه عدالت سخن میگوییم، بنابراین با نگاه ترمیمگرانه خودمون رو اینجا داشته باشیم. به همین خاطر لازمه که بدونیم تواب کیه؟ آیا تواب خود قربانی یک نظام سیاسی است؟ نوع برخورد به تواب چگونه است؟ طرد اون، تنبیه اون چه خواهد بود؟ ببینین این مسئله که میگه مسئله بسیار مهمیه. من فکر میکنم به هر حال یکی از بحثایی که تو جامعه ما باید سرش خیلی صحبت بشه، یعنی این امکان فراهم بشه برای گفتگو در موردش. خود شناختن اینی که کلا پدیده توابسازی یعنی خلق مجدد یک انسان، تغییر کامل ماهیتش که در ابتدا
ظاهرا کاملا به این اعتقاد داشته. خب که فقط هم پروژه توابسازی نیست، من خیلی شباهت ها میبینم بین نگاه یک رژیم تمامیت خواه مثل جمهوری اسلامی به توابسازی و بین پدیده مثلا بسیج. اونم یک در حقیقت میشه گفتش که سازمان، ارگان، یه بستریه که در چارچوبش اسلامگراها میپنداشتن که از جوانان میتونن انسان نوین اسلامی خودشونو بسازن. در هر دو رول اصلی رو برای تغییر ماهیت چی بازی میکرد؟ خشونت. برای بسیج مسئله جنگ بود، یعنی رفتن به جنگ، به شهادت، به شهادت رسیدن و یا جنگیدن به خودی خود. اون خشونت رو با آغوش باز استقبال کردن میتونست به نوعی نفس اونها رو چیکار بکنه؟ تصفیه بکنه، به مدارج بالاتر برسه. تفاوت بسیج در حقیقت با تواب اینه که یک کدوم اون خشونت رو انتخاب میکنه، یکی اون خشونت بهش تحمیل میشه توی شرایط بسیار وحشتناک. ولی یکی نوع نگاه هر دوی میشه گفت این پروژه رو به پیش میبرد. یکی جایگاه خشونت که چقدر مثبت قلمداد میشد توی پروژه انسانسازی. بر چه اساسی اینو انجام میداد این تفکر؟ بر اساس شما برای اینکه انسان نوین بسازین، و اینو کاملا خوب درک کرده بودن، یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنین اینه که رابطه فرد رو با تمامی گروه های اجتماعیش قطع بکنین. باز ما اینو هم در مورد بسیجی ها میبینیم، یعنی در فضای آنها رو قرار دادن که از خانواده، از دوست، از مدرسه، از محله به دور باشن. اولین کار برای اینکه شما بخواید ماهیت یکی رو تغییر بدین، جدا کردن و دور کردنشه از گروه های اجتماعی. خب اونها هم باید این احساس تمایز رو داشته باشن. اونها هم باید این احساس تمایز داشته باشن. ما زمان جنگ حتی میبینیم که سخنان خمینی میگه در رابطه با جنگ، مسئله انسانسازیش، حالا اینی که موهبت و فلان اینا بماند، ولی حتی پیوستن به بسیج رو یه امری بالاتر و ارجحتر میدونه از موافقت یا مخالفت خانواده، یعنی از بستر خانواده یا کنده شدن. خیلی برای این نوع تفکر چیه مهم. حالا ولی اونجای تفاوت پیدا بکنه بسیجی با تواب، که بسیجی بعد از کندن از گروه های اجتماعیش در درون یک فضا، حالا اون فضایی که با خشونت و جنگ توأم بود، ولی در درون یک گروه جدید یک هویت جدیدی پیدا میکنه به اسم بسیجی. یه احساس هارمونیکی داره. این اتفاقی که برای تواب نمیفته. شما گروهی به نام تواب ها که هم بسته بشن بعد در درون زندان و خودشونو یک گروه مجزا تصور بکنن، خب یعنی تواب ها تو یک مرحله قبل از بسیج، یعنی یعنی بسیجی ها پیوند های اجتماعیشون رو از دست میدن، پیوند های جدیدی رو جایگزین اون میکنن. اینا اینو پیدا نمیکنن، مرحله دوم پیدا نمیکنن، و این باعث در حقیقت عوارض روحی برای اینکه انسان بدون گروه اجتماعی، بدون احساس وابستگی به گروه های اجتماعیش، واقعا فاصلش تا دیوانگی بسیار چیه؟ بسیار کوتاه. یه نکته دیگه هم تو صحبتتون بود که من فکر میکنم مهمه، همون مسئله نگاه منفی ما به مسئله توابات. ببینیم، من الان میتونم بگم تقریبا 15 ساله که با قربانی های شکنجه کار میکنم، افرادی که از همه نوع کشورها، از فرض کنید چچنی، بعضی کشورهای اروپای شرقی، بسیار از کشورهای افریقایی، بعضی کشورهای امریکای لاتین، ایرانی ها، باشون کار کردم. میتونم واقعا با اطمینان به عنوان یه روانشناس بهتون بگم که هر انسانی رو، خب اگر یه رژیمی از یک سو دانششو داشته باشه، از سوی دیگه براش اهمیت داشته باشه و زمان لازم رو در اختیار داشته باشه، میشه شکست. یعنی اینی که یک نفری تحت تأثیر شکنجه به سخن میاد و صحبت میکنه، اگر ما تو اون معادل، همچنان تو اون معادله قدیمی اسم اونو خائن بگذاریم که توی یه پریودی این شدیداً رواج داشت در حقیقت،
به نوعی همون تفکر رو داریم که انقلابی های مسلمان داشتن، یعنی فکر میکنیم که هویت آدمی در درجه اول بر درونش استواره و بر روی اراده شکل گرفته. یعنی شما اگه اراده بکنین میتونین به تنهایی خارج از همه شرایط بیرونی تصمیم بگیرین که چگونه عمل بکنین. این به لحاظ روانشناسی ناممکنه، یعنی براش مثال های زیادی هم وجود داره. و صحبتی که قبلا با هم داشتیم پیش از برنامه از یک آزمونی صحبت کردیم در جنگ ویتنام، بعد نیست اینو برای بینندگان ما بگیم، برای اینکه تصور ما کلن از زندان و زندانی با اون تصاویر قهرمان سازانه خودمون طی تاریخ به دست آوردیم، ایستادگی در مقابل قدرت زندان، شکنجه و غیره، و فکر بر این باور هستیم، بودیم، هنوز هم هستیم که اعتقاد، ایمان باعث ایستادگی میشه حتی در مقابل سبعانه ترین شکنجه. اما در جایی انسان، شما معتقدید هر انسانی نقطه‌ای برای شکست شدن داره. نمونه‌ای وجود داره که دلم خواهد که اون نمونه رو از نظر تاریخی در جنگ ویتنام بوده اون رو برای بینندگان ما مطرح بکنی، چون نمونه بسیار جالبیه. ببینیم، نمونه که بهتون گفتم خیلی کوتاه اینه که شما به هر حال در ارتباط با کشورهایی که با مسئله شکنجه به هر حال توی دنیای مدرن ما سر کار داشتن، آزمایشات گوناگونی انجام دادن، شیوه های مختلفی رو به کار بردن برای شکنجه، شکنجه ای که دردآور، شکنجه اون چیزی که بهش میگیم شکنجه سفید. اما با این حال فرهنگ، نظام اجتماعی و گروه های نحوه شکلگیری گروه های اجتماعی هم نقش مهمی رو بازی میکنه برای اینه که همون چیزی که شما ازشون میذارین نقطه ضعف، برای اینکه بشه یک انسانی رو شکست. در ارتباط با جنگ ویتنام، خب مشخصا امریکایی‌ها با وقتی با ویتکونگایی که دستگیر میکردن روبرو میشدن، میدیدن اینها در مقابل واقعا انواع و اقسام شکنجه های بدنی مقاومت میکردن و نمیتونستن اطلاعات لازم رو از اینها به دست بیارند و در نتیجه و استفاده بکنن برای از بین بردن شبکه های ویتکونگ ها. از شیوه های مختلفی هم که در گذشته باش آشنا بودن استفاده کردن و به نتیجه نرسیدن، تا اینکه به مرور متوجه شدن که برای ویتکونگ ها در حقیقت یکی از مهمترین ارزش ها مسئله وابستگیشون به گروه اجتماعیشون، یعنی به اون گروه مبارز های ویتکونگ در درجه اول اهمیت، و سعی کردن از این به عنوان اون نقطه ضعف چیکار بکنن، استفاده بکنن. و وقتی که اینو شروع کردن به کار گرفتن، ناموس و آبرو و اینها، اون چیزی که تو فرهنگ ما بهشون میگیم آبرو، در حقیقت اون نقطه پاشنه آشیل در حقیقت ویتکونگ ها بود، بدین معنا که وقتی به اینا میگفتن که مثلا فرض کنید ما تو رو میکشیم، حتی نمیگیم هم اعدامت کردن، و بعدا همه جا پخش میکنیم که تو با ما همکاری کردی و خیانت کردی در حقیقت به گروهت و به نوع آبروتو و شرفتو از بین میبریم، این یکی از عواملی بود که باعث میشد ویتکونگ ها به حرف بیان. یعنی به چه شکل به حرف بیان؟ به این شکل که حتی تقاضا میکردن که حاضرن تمام اطلاعاتشون رو بدن، ولی اونها رو به عنوان یک سرباز و یک قهرمان محاکمه و تیربارون بکنن. یعنی اون برچسب خائن بودن در حقیقت، پشت کردن به گروه اجتماعیشون به عنوان نقطه ضعفشون. خب این حالا تجربه مثلا فرانسوی ها تو الجزایر بیشتر نشون میداد که اموری که برمیگرده به شکنجه جنسی مثلا فرض کن بیشتر جواب میداد، یا توی امریکای لاتین. ولی به هر حال امری که مشترکه اون مناسبات و معادلات فرهنگی، دقیقا اینه که به آگاهی و به اراده بستگی نداره، به شخصیت بستگی داره، به خیلی عواملی که حتی انسان بهش آگاه نیست. شما صحبت از دوران کودکی کردید و گفتید چگونگی شخصیت پذیری
استقامت یا شکنندگی یک انسان برمیگرده به یه سری از تجاربی که حتی در دوران کودکی داشته. دقیقاً، یعنی شما به دلایلی که خودتون هم امکان داره بهش آگاه نباشین، خودتون هم نمیشه گفت تقصیری درش داشتین، امکان داره به خاطر مشکلاتی که یک فرد در کودکی داشته، یک شکنندگی‌هایی در درون شخصیتش وجود داشته باشه که این وقتی تو شرایط زندان قرار میگیره، حتی خلاف میل باطنی خودش نتونه یک سری مسائل رو چیکار بکنه، تحمل بکنه. اینجا پس بنابراین حالا چرا ما این صحبت رو داریم میکنیم؟ خیلی بسیار مهمه که نگاه خودمون رو از سوی در واقع به مجرم خطاب دادن یا همسان قرار دادن یک تواب با عامل جنایت دور کنیم. حالا در این میان ادعی مطرح میکنند خب تواب داریم تا تواب، کسانی تواب شدن مصلحتی، کسانی دیگر تواب شدن و مبتکر اعمال جنایت. نمونه هایی باز داریم به لحاظ روانشناسانه، مثلا جورج اورول البته مثالی میزنه ولی من فکر میکنم تجربه بسیار خوبی است برای هر روانشناسی که چگونه یک انسان که بسیار مقاوم بود نقطه شکنندگیش یافت میشه، میشکند از درون، شخصیتش میشکنه و بعد اینکه شخصیتش شکست آنچنان دوچار بحران و تزلزل میشه که خودش رو کامل در اختیار آن قوایی قرار میده که روزگاری در مقابلش ایستاده بود. یعنی باور میکنه که جباریت کارش درست است، باور میکنه که توحش روشی است مناسب و جنایت روشی است اندیشه است که باید او دنبال بکند برخلاف آنچه را که در گذشته میخواست. یعنی این میتونه به تغییر شخصیت نیز بپردازه، خرد شدن شخصیت پس میتونه مراحل متفاوت رو داشته باشه. حال در نگاه ما، مایی که داریم میریم به سوی عدالت، داریم و میخواییم عدالتی رو برپا کنیم نسبت به قربانیان، به عاملان، برخورد عدالت خواهان خودمون، میبایستی به این موارد نیز توجه داشته باشیم. این در واقع دغدغه شماست. دقیقاً، یعنی اینی که ببینین در درجه اول مثلا فرض کنیم مثالی که شما زدین، ما اگر قائل بشیم که مثلا در میان تواب ها طیف های گوناگونی وجود داره، اولا باید روشن بکنیم که این گوناگونی از چه نظره. مثلا آیا به لحاظ حقوقیه؟ یعنی فرض کنید ما توابی داریم که گفته که من اشتباه کردم، اومده مثلا یه سری حرفا رو زده. امکان داره توابی رو داشته باشیم که از این خیلی جلوتر رفته، یه فرد دیگری رو شکنجه داده، یعنی یه آزاری رسونده به شخص دیگه. خب یه بخشش میتونه جنبه حقوقی داشته باشه که اون یه چیز سواست، یعنی مشخصه هر کسی باید بتونه در مقابل یه قاضی توضیح بده شرایطش و علل واقعیتی که در درونش قرار گرفته و مسائلی که پیش اومده، و من نمیتونم پیشا پیش بگم که در بست مثلا باید پذیرفت یا نباید پذیرفت، اون بحث حقوقیش. ولی اگه اینو ما بذاریم کنار، خب میبینیم که سکوتی که تواب ها از الان شاید بیشتر از 20-25 ساله در جامعه ما کردن، مربوط به همه طیف های این بخش از زندانی ها میشه. یعنی انسان هایی هستن که هم در درون زندان و هم پس از خروج از زندان، اون تعدادی که به هر حال من باهاشون در ارتباط بودم، آدمایی که شکسته بودن، شرایط بسیار بد و غیر انسانی رو هم زندگی کردن در درون زندان و هم وقتی که از زندان اومدن بیرون. یعنی انسان‌هایی که به از نظر درونی، از نظر روابط خانوادگی، دوستی، همه چی رو از دست دادن. مینیمم کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در ابتدا به سخن اینها چیکار بکنیم؟ گوش فرا بدیم. یعنی قضاوت قبل از شناختن، باز داریم مسئله اینه، قبل از اینکه ما موضوع رو بشناسیم، تا وقتی که یه تواب خودش تجربهش رو برای ما تعریف نکنه، ما نمیتونیم بگیم که موقعیت یک تواب رو میشناسیم و در نتیجه نمیتونیم بگیم که میتونیم در مقام قاضی در برابرش ظاهر شیم. ولی من فکر میکنم که ما باید بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که باز اگر واقعا وقتی از قربانی حرف میزنیم به مفهوم قربانی رو فهمیدیم و بهش اعتقاد داریم، باید اجازه بدیم این آدم هم در کنار کسای دیگه
بتونه از تجربهش و از مشکلاتی که داشته صحبت بکنه. نکته آخری که ما اینم با شما صحبت میکنم برمیگرده به مقاله بسیار مبسوط و سرشار از اندیشه‌ای که شما در رابطه با تفاوت‌ها، تفاوت و نابرابری یا برابری نوشتین. عنوانش یادم نیست. نگاهی انداختین به یک جامعه‌ای که سرشار از تفاوت هاست. تفاوت های زن مرد، تفاوت نسلی، تفاوت وجدانی، دیدگاهی، عقیدتی، تفاوت ملی، قومی، هر آنچه که بخوایم بنامیم و غیره. و بر این باورید که خب تفاوت در همه جوامع وجود داره، جوامع انسانی وجود داره، فقط جوامع دیگر سعی میکنن از این تفاوت ها به نوعی از برابری ها برسن، یعنی نقطه ای رو انتخاب بکنن، بگن ما همه متفاوتیم، در این نقطه ما با هم مسئولیت، منافع و غیره برابر میتوانیم داشته باشیم. در جامعه ایرانی، ایرانی امروز به ویژه، این تفاوت ها مورد استفاده قرار میگیره تا نابرابری ها عمیق‌تر بشه و به عمد هم این انجام میشه تا بشه یک ایدئولوژی رو بنیان گذاشت، همه وجوه خودش رو این ایدئولوژی برپا بکنه. مایلم در دقایقی که باقی مونده شما به این نوع از تفاوت ها که تفاوت جنسیتی هست و غیره که همونطور گفتم به اینها اشاره‌ای داشته باشین تا امیدوارم در یک برنامه ما به صورت مبسوط در این مورد با هم صحبت بکنیم. این نکته که شما میگین برمیگرده به مسئله پیوند میان خشونت و فرهنگ که ما در ابتدای صحبتمون جلسه قبل حرف زدیم، یعنی برمیگرده به نقشی که فرهنگ در درونی کردن خشونت و ابزار ساختن از خشونت برای تنظیم رابطه بین افراد استفاده میکنه. ببینین مسئله تفاوت که میگین همینجور که گفتین در همه جوامع وجود داره، آدم ها به لحاظ اعتقاد دینی، به خاطر تعلق طبقاتی، به خاطر زبانی که صحبت میکنن، به خاطر جنسیتشون مرد یا زن بودن از هم متفاوته. در بعضی از جوامع یک سری از تفاوت ها ازش استفاده میشه به عنوان یک وسیله برای تنظیم رابطه. یعنی چی؟ یعنی در جامعه ما از تفاوت جنسی مرد یا زن بودن برای تنظیم رابطه بین مرد و زن استفاده میشه. کجا استفاده میشه؟ مثلا در قوانین خانواده، پدر یک سری حقوقی داره که زن نداره، در حتی قوانین شهروندی مرد یک سری شغل‌ها رو میتونه مثلا رئیس جمهور بشه فرض کنید، تو جامعه ما یک زن نمیشه. خب اینجا اینو من اسمو گذاشتم، بهش اسم این تفاوت رو گذاشتم در حقیقت تفاوت پایه، یعنی تفاوتی که اساس نظام تبعیض توی جامعه قرار میگیره. وقتی که تبعیض شما ایجاد میکنید بر اساس یه تفاوت فرضی، یعنی جامعه رو یه به دو دسته میکنید مرد و زن و بعد میگین که مردها برترن از زنها به لحاظ حقوقی، خشونت رو به عنوان ابزار همزمان در اختیار فرد برتر قرار میدین. خشونتی که فرهنگ ما در اختیار مرد قرار داده تو رابطش با زن اسامی مختلفی داره، یکی اسمش مثلا غیرت. اون چیزی رو که ما میگیم غیرت تو جامعه خودمون دقیقا همون چیزیه که بهش میگیم در مورد زن، بهش میگیم حسادت. از نظر روانشناسی هیچ تفاوتی میان حسادت و غیرت نیست، اما به این دو واژه تو فرهنگ خودمون دقت کنید. حسادت که زنان است، امری به قول معروف مزاحم، بده، بی ارزشه. غیرت درست برعکس، یک ارزش در حقیقت مهم مرد، نه تنها یک ارزشیه که مرد باید ازش پاسداری کنه، یعنی گروه اجتماعیش هم میخواد که یه مرد از خودش غیرت نشون بده اگر زنش، همسرش یا ما باز میگیم ناموسش، خب پاشو به قول خودمون میگیم چی، کج میذاره مثلا تو جامعه. خب اینجا شما میبینید مفهوم غیرت در حقیقت خشونت مردانه رو
برای کنترل کردن در درجه اول پیکر زن، یعنی اینجا مسئله پیکر زنه، تحت یک مفهوم مثبت به عنوان یه ابزار در اختیار مرد قرار میده و این حتی خیلی فراتر میره، یعنی تا اون حد فرا میره که تو فرهنگ ما غیرت برای مردان ما فقط یه ارزش اجتماعی نیست، یعنی فقط این مهم نیستش که اگه دیگران نفهمیدن اشکال نداره که من بی غیرت باشم، بلکه مفهوم غیرت تو تربیت پسر ایرانی به طور مستقیم گره میخوره با هویت مردانش، یعنی مردی در درون ایران اگر احساس کنه بی غیرته به مردانگی خودش، به هویت مردانه خودش شروع میکنه چی؟ شروع میکنه شک کردن و اون احساس عدم مردانگی اینو هل میده به سمت چی؟ هل میده به سمت خشونت. میتونه همون نقطه شکننده مرد ایرانی هم باشه. دقیقا. و نمودارهاش هم کم نبود. در نوعی از شکنجه به خصوص در مسئله کهریزک، جنبش 88، شما هم شاهد یه سری از دیالوگ ها و صحبت ها با قربانیان بودین در همین رابطه. در واقع این گسل جنسی شاید یکی از مهمترین دردهای اجتماعی ایرانی است اگه بخوایم مرتبه بندی بکنیم، و بعد میرسیم به تفاوت‌های دیگری که این نابرابری‌ها رو ایجاد کرده، مثلا در حیطه شهروندی به شکل گروهی خودش، اون کسی که خودش رو متعلق به جامعه کرد زبان میدونه که سنی هم هستن، با جامعه حاکم، با قدرت حاکم در واقع اون براش یک نابرابری رو ترسیم میکنه در صحنه اجتماعی. حال سوال این پیش میاد، این ستمی که بر مثلا شما زن باشید، باهایی هم باشید، کرد هم باشید یا بلوچ هم باشید، ابعاد ستم بسیار دهشتباره، یعنی یک ستم از مرکز از بیرون و انواع ستم از درون خود اجتماع و تو رابطه خانواده، یعنی تمام سلسله مراتب اجتماعی فشاری است و ستمی است که بر شما یه زن بهایی یا یارسان یا هر آنچه دیگر سنی کرد در واقع اعمال میکنه. ببینید، یکی از دلایل مهمی به نظر من که نظام جمهوری اسلامی به لحاظ فرهنگی پایدار مونده همین قضیه است. یعنی چی؟ یعنی شریک کردن شهروندانش به انواع گوناگون در قدرت و در به نوعی در ظلم، در به خصوص مردها. وقتی بین مرد و زن تفاوت قائل میشه، یعنی در درون مهمترین هسته و کوچکترین هسته اجتماعی خانواده برای خودش یه همدست به وجود میاره، پدر. نگاه جالبی. من به عنوان پدر خب از یه حقوقی برخوردارم که خواهی نخواهی اگر این رژیم بخواد بره باید بپذیرم اونا رو از دست بدم، که کودک من برخوردار نیست، همسر من برخوردار نیست، به دلیل مرد سالاریم، به دلیل پیر سالاریم. دقیقا. از من به عنوان مسلمان شیعه یه همدستی ساخته برای اینکه اگه قرار باشه جامعه کاملا برابر بشه، امکان داره یه سری مزایا رو در ارتباط با مثلا بهایی ها با سنی ها اینا از دست بده. به عنوان یه فارس تا همین مسئله مرکز بودن که میگین، یک مزایایی برای من قائل شده خب که اگر قرار باشه واقعا یک تساوی حقوقی برقرار بشه، یعنی همه به نوعی توی این نظام سلسله مراتبی همونطور که گفتم همزمان یه جاهای قربانی هن، اما یک جاهای شریک هن. از یه طرف بهایی هم، از یه طرف مردم، از یه طرف کردم فرض کنید، اما مثلا فرض کنید از یه طرف دیگه مثلا مردم باز یا پدر یا دگر جنس گرا مثلا هم جنس گرا هم، ولی از اون طرف فارسم، یعنی از یه طرف داره به شما فشار میاد، از یه طرف دیگه یه مزایایی بر اساس یک نظام تبعیض
برای شما قائل شده، خب، که شما به نوعی به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تربیتی آلوده شدین، یعنی به نوعی. حالا بفهمید، صحبت تموم کنیم. ببینید، خب حالا این سوال پیش میاد، جامعه ایرانی تمدن و فرهنگ و آرایش فکری خودشو از ابتدا با جمهوری اسلامی که آغاز نکرد. پیش از جمهوری اسلامی این جامعه حضور داشت، به هر حال تا حدی نوعی از فرهنگ سکولار و غیره در میان جامعه رواج پیدا کرد، نوع ذهنیت برابری خواهی داشت آغاز میشد، انکشاف خودش رو شروع کرده بود. جمهوری اسلامی میاد، تغییر مناسبات و ارزش ها رو قائل میشه، این مزایایی هم برای مردها قرار میده. بسیاری از مردها قبول نمی کنن این مزایا رو، دوش به دوش زنان سعی میکنن برای برابری خواهی. بسیاری که شاید کلمه درستی نباشه، اقلیتی برخی، یکمی این کردیت زیاد اعتبار برای خودمون مرد قائل نشیم. اما به هر حال سوال اینه که حضور 36 سال یک نظام ایدئولوژیک با داشتن نظام آموزش و پرورش، با داشتن تمام منابع تبلیغاتی و فرهنگی و و غیره، خودش رسانه‌ها، فیلم‌ها و غیره، چه تغییراتی میتونه در ذهن مقاوم به وجود بیاره، ذهنی که به هر حال سعی کرده مقاوم باشه، ولی تا چقدر این آلودگی و همسانسازی رو با خودش میتونه به وجود بیاره. 3 دقیقه. ببینین، مهم، بزرگترین مشکلی که نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از این سیستم، یعنی شریکسازی همگی، که همونطور که گفتیم مربوط فقط به جمهوری اسلامی هم نمیشه، قبل از، یعنی نظام فرهنگی سنتی ما بر این اساس بود. بگذاریم از اینی که توی سری زمینه‌ها تو نظام پهلوی یه سری برابری‌های ایجاد شد، مشخصا در مورد خانواده به لحاظ حقوقی و اینا سری برابری‌ها ایجاد شد. نظام جمهوری اسلامی بازگشتی بود در حقیقت به اون سیستم سنتی و ترمیم کردن در حقیقت یک سیستم فرتوتی که دیگه داشت از بین میرفت به کل، ولی به شکل مدرن، یعنی با سازوکارهای جدید و به شیوه جدید. چیزی که من فکر میکنم مهمترین عنصر مقاومت در مقابل حکومت، بیشتر از گروه‌های سیاسی، بیشتر از هر حزب سیاسی یا گروهی که شما تصور بکنید، یه نهادی بود که از همه کمتر این احتمال بود که در مقابل نظام جمهوری اسلامی بایسته، و اون خانواده بود. یعنی خانواده که معمولا به لحاظ جامعه شناسی، مردم شناسی، همیشه جز سنتی ترین نهاد هاست. به قول یه جامعه شناسی، خانواده آخرین نهاد توی اجتماعی که تن به تغییر میده نهادی بود. یعنی خانواده طبقه متوسط تربیتی رو که جمهوری اسلامی در درون مدارس میخواست به فرزندان بده، در فضای خصوصی خودش تربیتی کاملا متفاوت و متضاد رو شروع کرد به دادن. مثلا چیزی که تو نسل من مثلا نبود، یکیش مصرف فرهنگ غربیه. تو نسل جدید تعداد بچه هایی که شروع کردن موسیقی یاد گرفتن، موسیقی غربی، نه فقط تار و ستار و اینا مثل دور ما، گیتار و پیانو و اینا، زبان، بچه هاشون شروع کردن فرستادن به اینکه زبان یاد بگیرن. بعد جشن هایی که می گرفتن تو درون حریم خانواده رعایت نمی کردن، نوع آرایش، نوع تظاهر و و. این باعث شد که کودکانی که تو این نظام شکل گرفتن در حقیقت در اثر این تضاد و ناهمگونی بین دو نهاد اصلی برای جامعه پذیری کودک تو همه جوامع، یکی مدرسه است، یکی خانواده است، این تضاد بین این دوتا یه فضایی ایجاد کرد، یه نوع آزادی خیلی خاصی که مخصوص به قول معروف یه جامعه بسیار خاصی مثل ایران، ایرانه، که این اجازه رو داد که یه نسلی به وجود بیاد در حقیقت که کاملا تابع اون تربیتی که نظام جمهوری اسلامی میخواست نباشه، و تأثیرات بسیار عمیقی گذاشت. و تنش‌های بزرگی رو که ما زندگی میکنیم، من فکر میکنم هنوز تو جامعه ما ناهمگون بودن این دوتا نهاد مهم تو جامعه ما
یعنی مدرسه، نظام تربیتیش و نظام خانوادگیش. و این شکاف در حقیقت بحرانی رو که ما همچنان توش زندگی میکنیم و داره تعمیق بهش میبخشه و ادامهش میده. میخواستم یک پرسش از شما بکنم در و بگم که در عرض 20 ثانیه پاسخ بدید. دیدم عجب پرسش ابلهانه ای خواهد بود که از یک روانشناس بخوام. مثلا نگاهتون رو به آینده ایران، امید ناامیدی رو در 20 ثانیه تعریف کنید. بسیار سخن ابلهانه ای خواهد بود، همان گونه که یکی از این مجریان، یکی از رسانه ها، از یکی از اقتصاددان معروف پرسید اقتصاد ایران رو در 20 ثانیه وقتی که مونده شما توضیح بدید. من اون خوابونم به حق قهر کردن و رفتم. ولی ما این پرسش و این پاسخ رو در نوبت بعدی خواهیم کرد. ببینیم آیا یأس و امید، یأسی که حاکم است و امیدی که ما در ذهن میپرورانیم، اینها چقدر مفاهیم حقیقی واقعی رو در خود حمل میکنن. ما به چی باید امیدوار بودیم باشیم؟ آیا می توانیم امید به آینده داشته باشیم؟ آیا یأس امروز در واقع یک سایه است یا یک حقیقت است، آنچه که بر ما حاکم است؟ و پرسش به نظرم بسیار مهمی است برای اینکه بفهمیم چه می گذرد بر سرنوشت امروز ما و فردای ما چگونه شاید آگاه بشیم چگونه رقم خواهد خورد. با سپاس از حضور شما در این برنامه، بسیار آموختم و من فکر میکنم برای بینندگان ما هم بسیار جالب بود. و با امید دیدار شما، گفتگو با شما در نوبتهای دیگر. همراه با آقای رضا کاظم‌زاده روانشناس، برای شما بینندگان عزیز بهترین آرزوها رو داریم، چه برای امروز هستی شما و چه فردای هستی شما، چه ما باشیم چه نباشیم، این آرزو رو برای شما داریم. شب و روزتان خوش.